درود بیکران پاینده ایران خب اخبار عجیبی اومد حمله شدیدی خبرگزاری فارس به پدر کیان پیرفلک یعنی میسم پیرفلک کردن من تا قبلش بهتون بگم که میدونیم که یه سه نفر از مردم لور که دست به اسلحه برده بودن متاسفانه علی این رژیم که البته مقصرش این رژیم جنایتکاره ببین شما این رژیم به خاطر یک حجاب داره مردم میکشه بنابراین امروز من اگر مثلا قبل از داستان محس امینی بود طرز برخوردم با این ستانی که دست به اسلحه بردن به یک گونه دیگری بود ولی متاسفانه امروز جمهوری اسلامی کاری کرده که خشونتی که مردم دارن علیه این نظام علی بسیجی ها علیه مذهبی ها، علیه نیروهای حامی این نظام به کار میبرن متاسفانه مشروع یعنی ما نمیتونیم در اینجا نشسته باشیم در سواحل امن بعد بگیم که نه آقا دست به اسلحه ببری تو تروریستی تروریست معنی داره تعریف داره امروز تروریست خود رژیمه خود نظام حاکم تروریسته ببین شما قانون میاد که نظم ایجاد کنه قانون کلا در ذاتش هرج و مرج ستیز است در حالی که جمهوری اسلامی الان قوانینی که داره پیاده میکنه برای هجاب که مردم رو به جون مردم یعنی مردم رو یک بخشی از کسانی که اصطلاحا بهشون میگیم مردم یعنی اون مذهبی ها رو بندازه به جان مردم عادی و قوانینی که آقای رادان آورده که آقا دوربینا رو ما کار میذاریم آمارتون رو میگیریم این قوانین خودش مبلغ و تشویق کننده و زمین ساز هرج و مرجه پس شما نظام ها وظیفه نظم و امنیت رو دارن در جامعه وقتی که خود جمهوری اسلامی عامل بینظمی و عامل ناامنی شهروندان است شما دیگه نمیتونید به آقای مجاهد کورکوری و دوستانشون که دست به اسلحه بردن که آقای حسین سعیدی و محمود احمدی شما دیگه نه تنها به اینها نمیتونی بگی تروریست میگم در شرط عادی این افراد اگه یک حکومت نرمالی اگه سر کار باشه تروریست خطاب میشن ما داریم علمی بحث میکنیم اما وقتی که نظامی که خود عامل ناامنی است نظامی که خود عامل بی‌نظمی است قوانینش به جایی که هر جا مرج ستیز باشد مبلغ حد زمین ساز هر جا مرج و اختشاش است پس بنابراین در این شرایط آقای مجاهد کورکوری یا اون آقای حسین سعیدی و محمود احمدی که این دو نفر متاسفانه شهید شدن اینها نه تنها دیگر تروریست نیستن شما اینها دیگه نه تنها نمیتونی بگی تروریست متاسفانه به خاطر شرایط موجود اینا قهرمان هم محسوب میشن یعنی من به عنوان یک برنامه ساز اینا رو نه تنها تروریست نمیدونم امروز در این شرایط بلکه قهرمان ملی هستند اینا رو با باید در نظر بگیریم چون مسئله ظریفیه شما باید بدونید با چه رژیمی طرفیم رژیم جمهوری اسلامی قوانینی که داره پیاده میکنه قوانین قوانین عادی نیست بنابراین جمهوری اسلامی گفت این سه نفر کیان پیرفلک رو تو اون شب کشتن ولی اینم آقای مجاهد کورکور که در معرض اعدام هست اعترافات اجباری گرفتن خب ما میدونیم اینا چه جوری به هر حال اعتراف میگیرن فضا رو میدونیم شرایط رو میدونیم نه اینکه شکنجش کرد من البته بعد از داستان مهسا امینی چیزایی که از زندان دارم میشنوم بسیار شکه میشم صرفا نه بابت این که بگیم شکنجه کردن تهدید خانواده تو فلان میکنی از این کارا همیشه میکنن و جمهوری اسلامی بعد از مهسا امینی ببخشید ابعاد پنهان خودش رو بیشتر رو کرد شما حتی در دهه 60 اعدام هایی که اینا میگن این اعدام ها همه زندانیا چندین سال زندان بودن ما نداشتیم کسی رو شما امروز دستگیر کنی 18 روز بعد مثل شهید پهلوان مجرزا رهنورد اعدام کنی یا مثل این بزرگمرد آقای محسن شکاری یا شهید محمد مهدی کرمی و شهید سید محمد حسینی که در برابر دشخیم و تروریست آقای روح الله عجمیان خب وایستادن و البته خود اون رول عجمیان قربانی سیستمی شد که ایشون رو در معرض خشم مردم قرار دادن به هر حال اعترافاتی رو از ایشون گرفتن ولی چیزی که مهمه این اعترافات برای مادر کیان پیرفلک یعنی زینب مولایی قابل قبول نبوده و زینب مولایی کنار مادر این فرد وایستاده و میگه مجاهد کرکنی نه تنها قاتل پسر من نیست بلکه قهرمان ماست و این خیلی مسئله مهمیه یعنی شما که نمیتونی دایه مهربانتر از مادر بشی مادر طرف میگه من دیدم چه کسی کشته و پدر کیان پیرفلک که البته برنامه من حمله خبرگزاری فارس به اینا هست تو دارم این مقدمه رو میگم پدر کیان پیرفلک 48 ساعت گذشته ویدیویی رو منتشر کرد و آب پاکی رو رو دستگاه پروپاگاندای رژیم ریخ و گفت آقا نه من خودم قاتل رو دیدم حالا تو برو برای من سند بیار من خودم قاتل رو دیدم دیدم چه کسانی به ما تیراندازی کردن و اونا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودن و این ما از روز اول هم گفتیم این توی شرایطی که به وجود اومده جمهوری اسلامی فکر کرده پدر کیان پیرفلک و این ماشین کلا دست به اسلحه دارن سمتشون میان به اشتباهی این خانواده رو مورد رگبار قرار دادن این واقعیت ماجراست بذارید ببینیم پدر کیان چی میگه که اظهاراتش بسیار گره چون خودش صحنه رو دیده پدر اون بچه است خودش تیر خورده اینا, که اینا, اینا دروغ میگن رژیمی که سر تا پا ما داریم میبینیم دروغ میگه تو این همه مدت همه حرفاش غلط در اومده اون راست میگه معنی حرف پدر کیان پیرفلکی که خودش صحنه رو دیده رو قبول نکنیم حرف جمهوری اسلامی رو قبول کنیم ببینی اینا واقعیت هایی که آدم کنار هم دیگه میذاره دیگه نمیتونه بیاد و است در چارچوب استدلال از این نظام بخواد دفاع کنه ببینیم چی میگه آقای میسم پیرفلک خدای رنگی کمان میسم پیرفلک هستم پدر جاوی نام کیان پیرفلک بند دادخواه خون پسرم هستم من هیچ منی شکایتی از مزاید کورکور و بچه هایی نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار علی پور ماشین ما را به رگبار بستند و من را زخمی کردن پسرم را به قتل رسوندن به دلیل شدت جراحاتی که به من وارد شد امکان فعالیت در فضای مجازی را نداشتم و پس از سی و هشت روز که شنیدم پسرم به قتل رسیده است دادخواه خون پسرم هستم از ملت شریف ایران خواستارم دنبال حقیقت باشم نه فراموش کنم و نه بخشم خب میگه نه فراموش میکنم می نه و دیده میگه آقا سردار ایدی پور اونجا بوده یکی از سرداران سپاهی که مثل که بازنشسته شده میگه من دیدم که نیروهای ایشون به ما تیراندازی کردن و میگه هیچ شکایتی از اون کسی که دستگیر کردید به نام مجاهد کورکور که میخواید سرشو ببرید بالای دار ندارم این واقعیت ماجراست خبرگزاری فارس اظهارات پدر کیان پیرفلک بهش برخورده این حضراتی که انقدر ندیده دیگه میدونی حق هم داره شما خبرگزاری فارس اظهارات پدر ایشون یا یه سری واقعیت های جامعه رو نمیتونه ببینه چرا نمیتونه ببینه زیاد میرن در آبدارخونه یه خبرگزاری اصلا خبرگزاری فارس آبدارخونهش معروفه همشون میرن آبدارخونه چیکار کنن چایی بخورن <applause> فیلماش در اومد چایی نمیخورن کف دست براشون نمونده این خبر... خبرنگاران خبرگزاری فارس میرن اونجا با کف دست و داستان و لپتاپ و فیلم مستحجن و اینا دکترای اقتصادی میگیرن دکترای اقتصادی بنده خدا دیگه انقدر این کف دست با اون فیلم ها در آبدار خونه با دستمال کاغذی بعد دیگه داستان ها و انقدر اینا دیگه دکترای اقتصادی گرفتن چه بعد عینک تاسکانی بزنن مثل اون بنده خدا اسمش چی بود که دیگه احسان حسینی این احسان حسینی انقدر برای که بتونه دکترای اقتصاد بگیره دیگه الان چشش دیگه کار نمیکنه تاسکانی <تصفح> میزنه خب بابا شما خودتون تماما به مشکل جنسی خوردید شما بچه مذهبی ها مرضتون چیه بذارید فضا باز بشه خب من همین نمیتونه ببینه چون نمیتونه ببینه به خاطر اون عینک های تاستکانی و اون همه زحماتی که برای دکترای اقتصاد میکشن اومدن خبر زدن و در این خبری که اینا زدن جالبه نمیشه دفاع کورکورانه پدر و مادر کیان از کورکور تناقضگویی که حد مثلا چی چیه خیلی حرفا اینا دارن به پدر مادر کیانی که خودشون صحنه رو دیدن میگن شما اشتباه میکنید و خیلی اینجا جالب تر میشه میگه خبرگزاری فاس سردبیر استان پدر کیان پیرفلک امو در ویدیوی مدعی شده از مجاده کورکو در دادگاه فلان اینا شکایت نداره و ادامه میده میگه حالا نکته جالب این است که ما در لحظه وقوع حادثه در کنار کیان پیرفلک بود میگه شاهد عینی ماجراست و بعد از گذشت پنج ماه و مشخص شدن ابعاد پرونده حادثه ایزه به خدا هیچ مشخص نشده یه فیلمی نشون دادید که این فیلمه یه سری سربازن یه سری مصاحبه با سربازای خودتون کردید به روبا میگن شاهدت کیه میگه دومم به پدر کیان پیرفرنگ چند نفر دیگه هم شهادت دادن که ماموران شما تیراندازی کردن و برخلاف گفته شما افرادی که مثل بین کنار آقای مجاهد کورکور بودن اینا به کمک مردم اومدن من نمیگم اما برخی دیگه از اون شب هفت نفر کشته شدن یکی دو دیگه از خانواده ها دارن میگن شما اومدی یه خبری و گسترده گذاشته خبرگزاری فارس یه ویدیو گذاشته میگه اولین فیلم از لحظه تیراندازی تروریست تروریستا دریزه کسی نگفته که این قهرمانان ملی که به سمت نیروهای دشقیم شما تیراندازی کردن تروریست کسی که به خاطر حجاب مملکت رو به وضعیت بحرانی کنونی میکشونه تروریست کسی است که اعلام میکنه که آقا جان تا کاریکاتوریست به جرم کشیدن یه چارت کاریکاتور باید کشته بشن منظورم کاریکاتوریست های شاری عبدوه تروریست شما این آقا تروریست پیامبرت بوده تروریست محمد صلی اللهت بوده عیزم که ترور دانش ترور تمام شاعرها رو عمر امضا داد شما بشه افتخار میکنید تروریست شما اید که صبح تا شب حکم کشتن ما رو میدید تروریست شما هستید که آقای خان محمدی سخنگوی ستاد تروریستی امر به معروفتون گفته امیددانا رو بکشید براش جایزه تعیین کنید مرتی که چون عجیبش خرج نکنه گفته بنیاد 15 خورداد بیاد یه جایزه تعیین کنه امید دانا رو بکشیم این جالب حقوق بشرم در خارج از کشور میبینید چه گزینشی دیگه این خان محمدی هر چی میگه تیتر اول بی بی سی و سعودی نشنال و رادیو فرداست بعد اومده یک مطلب بسیار گنده گسترده پروپیمون علیه من داده که امیدانا رو بکشیم همشون سانسور کردن یعنی پدر سانسور سانسور ایران در تاریخ رسانه من این صد از سانسوری که از من میکنن ولی که این صدا شنیده نشه و به کوریه چشم دشمنانمون این صدا هر روز به حال اون جاهایی که باید صداش رساتره و تمام شما نیا که ما این بچه مذهبی ها گفتن امیدادان نادیده بگید هر روز دارن علیه من برنامه میسازن افراد مختلفش <تصفح> نمیشه ندید از این صدا هاست که نمیشه نشنید بگذاریم اولین ویدیو رو که گذاشته هیچی ما ازش نفهمیدیم این ویدیو حالا خودتون برید نگاه کنید دومی رو رفتی با یکی از سربازای امنیتی خودت مصاحبه کردی که این میگه ما اسلحه نداشته بینا اومدن به ما تیراندازی کردن من یه سوال دارم تو این ویدیو رو میخوای بذاری که زینب مولایی و میسم پیرفلک بگن ما اشتباه کردیم مثلا طرف با چشش دیده حالا میخوای چیکار کنی مصاحبه با یکی از معموران خودت این سند شد تویی که همه جا دوربین گذاشتی که موی دخترای ما رو شناسایی کنی ولی در تمام این شمایی که در یکی از شهرستان طرف اومده بود موبایل یک زن چادری و انداخته بود اونو دستگیر کردی اما هنوز که هنوز بعد از سال 93 92 بود 93 بود که دخترای ما رو اسید پاشی کردی در اصفهان هنوز اسید پاشا رو معرفی نکردی توی که الان دوربین گذاشتی میگی من ریز ریز موی دخترها رو میخوام شناسایی کنم ولی این همه مدارس دخترانه داره الان مورد حمله شیمیایی قرار میگیره و تا این لحظه هیچ رو دستگیر نکردی دیگه شما بالاتر از رهبرت که نیستی آقای خامنه ای اومد قشنگ و گو آقای ادهی پشت این ماجرا این ادهی که پشت ماجران چرا بازداشت نمیشن حالا <تصفح> بعضی از این بسیجی ها میگن نه این دخترها تا... تا... چیت میکنن می میکنن این دخترا دارن فیلم بازی میکنن اوکی دارن فیلم بازی میکنن آقای خامنه تو که گفتش که آقا جان یه عده پشتشن یعنی آقای خامنه دروغ میگه این سوال جدیه الان هم. اومدی ویدیو گذاشتی که سربازای خودتون دارن میگن ما بهمون تیر خورده اوکی این سنده طرف با چشش دیده تو ویدیو اعتراف میگن به روباه میگن شاهدت که میگه دوم هم. آخه اظهارات معموران شما که سر تا سر افرادی که منتظر ظهور یک موجود خیالی به اسم میتی هستن که اصلا اینا <applause> اظهاراتشون و شهادتشون که فاقد ارزشه چون اینا اگر اقلا از نظر اقلانی یه سر عقل تو کلشون بود که 1400 سال منتر یک موجودی به اسم میتی نبودن که عزیزم این ندیده شما چطور بچه های مردم و شیمیایی میزنید میگید که اینا در حقیقت در حقیقت چی میگفتن چی چیه جمعی توهم جمعی چیچیه این اه، اه، یه چیزی میگفتن در مورد این داستانی که مدارس بنویسن ها مدارس شیمیایی میزدن میگفتن که چیچیه چیه جمعیه این چی چیه جمعی اسمش یادم رفته حالا الان اینم بنده خدا فکر کرده تیر جمع چیچیه هیستریک جمعی چیچی هیستریک جمعی،, جمعی الان این بنده خدام دو تا هیستریک جمعی شده فکر کرده تیر رفته توی مثلا بدنش این نرفته که هیستریه جمعی بله <تصفح> جمعی بگذاریم بعد اومده حالا خیلی جالبه یه ویدیو هم از پدر محسا امینی گذاشته قبل و بعدش رو زدن یه جا پدر محسا امینی میگه دختر من قبلا تومور داشت قبلش رو کامل زدن یه ویدیو در حد مثلا این قسمتی که پدرش داره صحبت میکنه 15 ثانیه 20 ثانیه ببین این کارای شما دیگه میگن رفته حناتو میگم حناتون رفته هناتون رفته قربون شکلتون برم یعنی هر چقدر شما دست و پا بزنید نمیتونی اقنا کنی طرف با چش خودش دیده منطق ما با روش هایی که شما دارید به کار ما اقلانیتی در شما نمیدونی ما وقتی بینیم یک نظامی انقدر بیشعور خودش داره وضعیت کشور رو به یک شرایط بحرانی میبره ما اقلانیتی چون در شما نمیبینیم حرف های شما رو نمیتونیم بپذیریم حتی اگر راست بگید چپونه حتی اگر جمهوری اسلامی در مورد اتفاق کیان پیرفلک راست گفته باشه و پدر و مادر کیان پیرفلک حتی انقدر دیگه دشمنی دارن با جمهوری اسلامی از خون بچهشون به این شکل دارن چیز میکنن دقیقا پایمال میکنن دروغ میگن ما حرف پدر و مادر کیان پیرفلک رو میتونیم قبول کنیم چون این جمهوری اسلامی بنابر هزاران دلیل فاقد اعتباره خودش اعتبار خودش از بین برده اپوزیسیون سگه کیه خود این جمهوری اسلامی در همین شش هفت ماه میتونست خیلی بهتر عمل کنه و شما ای نه تنها خوب عمل میکنه بر تبل نفاق داره میکوبه بنابراین آقای خبرگزاری فارس یه خود وقت کنید کمتر برید در آبدارخانه یه مقدار برید تفکر بکنید دو دو, چهار دو دو تا چهارتا کنید این روشی که شما دارید به کار میبرید این دیگه خودتونه ببین اینکه که شما فکر میکنید هی بیاید مثلا هی دروغ بگید میتونید مثلا جامعه رو منحرف کنید ببین در دراز مدت بعد ضربه میخورید دیگه شما چلو چهار سال پیش میگفتید هجاب یا رو سری یا تو سری در دراز مدتش امروز دراز مدت چلو چهار سال پیشه اون موقع که میگفتی یا رو سری یا تو سری امروز تا بعد میدیدی امروز تا ندیدی و امروز هم که داری برای ما دوربین میذاری دروغ میگی میای پدر کیان پیرفلک رو میخوای خراب کنی چرن میگی میگی نه کیان پیرفلک رو ما نکاشتیم زینب مولایی و این آقای میسم پیرفلک دارن دروغ میگن امروز هم داری این چرتا پرتا رو میگی در آینده دور دستر در آینده دور دستر خواهید دید که چه بلایی سرتون میاد همونطور که چهار سال پیش یک سری سیاست ها رو اون خمینی ملعون گذاشت و امو دارید چوب سیاست های خمینی ما امروز قطعا میتونیم بگیم خمینی در این موارد خیانت کرده به اول از همه به بچه هزبالله یا خمینی خیانت کرده به دخترهای چادری اول از همه خمینی بزرگترین خائن به جریان مذهبی است چرا؟ به خاطر که سیاست های... که غلطی که چید ندید در آینده یک رهبر عاقل وقتی که میخواد یک سیاستی رو بچینه به آینده دوردست نگاه میکنه خمینی این کارو نکرده و امروز بچه مذهبی برای همین منفور جامعه هستن امروز که یه دختر چادری میره تو خیابون مردم ازش متنفرن اول از همه لعنت بفرست بر خمینی خمینی با سیاست های غلطش داره به اینجا رسون امروز زمان خورده اینو جایی شک و شبهه نیست خمینی حداقل در دو مورد پرچم و حجاب خیانت بزرگی رو به ایران و ایرانی و جریان مذهبی حتی کرده قربونتون برم شب روزگان خوش این بخش برنامه رو میبندم همتون رو به اور مزه ایران میسپارم و برام جالب بود که خبرگزاری فارس خیلی فشار خورد و درود به شرف زینب مولایی درود به شرف نیسم پیرفلک دمتون گرم جمع که اینجوری شجاعانه کار هر کسی نیست که شجاعانه و شماها شجاعت ها تکثیر می و امروز یک الگوی مناسبی هستید برای دادخواهی ملت ایران از این فرقه تبهکار مذهبی پاینده ایران و بدرود